بیماری عروسالندی حتما برای شما اتفاق افتاده که پرندتون مریض شده و میخواستید سریع تشخیص بدید که بیماری چی بوده و درمانشونه. برای درمان بیماری عروسالندی قبل از اینکه بیماریهاشو بپردازیم میپردازیم که چه چیزایی به پرندمون بدیم که مقوی بشه، اساس نیمش بره بالا، یا چه فصلهای مریضی هست. قبل از اون که اون فصل شروع بشه ما شروع کنیم به تقویت کردن پرنده تا اون فصل توی اون فصل پرنده مریض نشه. مثلا فصل پاییز دیدید که هوا دو هوا میشه، این هوا سرد موقع هوا گرمه، این دو هوا شدنه باعث میشه که پرنده مریض بشه. مشخص نیست که هوا گرمه که هوا سرده. و عروسالندی ها معمولا تو دمای 28 درجه تا 32 درجه زندگی میکنن توی یک کشور استرالیا، و محیطی که براش در نظر میگیرید تقریبا همین دمه ها باشه. اگر بیش از حد سرد باشه خب طبیعتا پرنده مریض میشه دیگه، با این وجود که شما چیزی خوب هم بهش میدید. حالا همیشه مشتری میاد از من سوال میکنه، میگه آقا یه چیزی بده پرنده اوکی باشه، همچین دارویی اگر شما پیدا کردید به منم معرفی کنید. همچین داروی ندارید. من به مشتری ها میگم اگر شما میخواهید از ویتامین ها و مکمل ها برای پرنده استفاده کنید، بهتر از میوه ها، جوان ها یا چیزهایی که آب پز هست استفاده کنید. اگر پرندمون تنوع غذایی خیلی خوبی داشته باشه، پرندمون همیشه سالم و سرحاله. حالا شاید اتفاقا سالی یک بار مریض بشه، این طبیعیه، حتی خود انسان ها مریض میشه، برای پرنده هم طبیعیه. اگر مریض شد حالا میبریش پیش دامپزشکی و دارو بهتون میده و پرنده سریعتر خوب میشه. و اینکه شما تشخیص میدید، یعنی درست تشخیص میدید پرنده مریضه، و اینکه از هر کسی هم مشورت نگیرید. خواهشم میبینم یه نفر رفته پرندهش مریض شده، رفته یک جایی بهش گفتن اینو بهش بده پرنده خوب میشه، بعد رفته انجام داده خوب نشد، دوباره میره پیش این نفر دیگه، داره همون آش همون کاسه هر جا میره باش مشورت میگیره خوب نمیشه، آخر کارش میره پیش اهلش، یعنی دامپزشک که اعتراض داره و پرنده یارو دیگه رو بستگی داره به مقدار شدت بیماری که آیا دامپزشک میتونه درمانش کنه یا نه. پس اگر مشکل برای پرنده به وجود اومد بهتره که استرس نداشته باشید و تشخیص بیماری هم تقریبا اگر میتونید انجام بدید، اگر نتونستید ببرید پیش دامپزشک. ممنون که تا آخر فیلم با ما بودید. اگر این فیلم براتون مفید بود این فیلم رو لایک کنید تا افرادی بیشتری بتونن ببینن، و این فیلم رو میتونید به اشتراک بذارید تا دیگران هم از این فیلم بهره مند بشن.